Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostum ve mehmanun şebeke derviş. Darin kanali derviş yak savol şul. İnak mekhonum savol ro. Assalamu alaikum. Man yak savol doram. Man yak kitobi Kur'an ro duz didam ve maksadi khondam. با فکری من این سوال سوالی جدی و مهم تو بید و من خواستم در اطرافی این کمی سخن گویم یعنی با قدر امکان روشنی اندازم اینک شروع میکنیم از قرآن خداوند چی میگوید در سوره مائده این سوره پنجمین قرآن آیاتی 38 و 39 استعیذ بالله و دستی مردی دوست و زنی دوست رو به جزای آنچه به عمل آوردند ببرید. این عبرت است از طرفی خدا و خدا غالب و دانا است. آیت 39 هر که بعد از ستم توبه کند و کار شایسته به عمل آورد پس خدا به وی به رحمت باز میگردد. به درستی که خداوند آمرزنده مهربان است. یعنی جزای دوستی جزای سخت است و اما اون نفری که توبه کرد وی را باید که ببخشید و فکرم این اگر مفصل تر گپ زنیم این معنی اون را دارد که مال دزدی یعنی شما وقتی که می دوزید برادر خود را خفه میکند یعنی دشنام می دهد با این عمل با رفتار ناشایسته خود نسبت به مال او با او چونین رفتار مکن همانند روباه و موش اگر خود رو از حیوان بالا دانی روباه می دزدد بخبر از قانون دزدی و موش انبار را خالی می کند نمی داند که به کسی ضرر می رسوند روباه و موش تنها از شکم خود با خبر هستند و کمبودی خود را می دانند اما از کمبودی و ماجرای دیگران بخبرند و آنها فهمیدن این داده شدگی نیست اما به تو فهمیدن این داده شدگی است برای همین به تو بخشیده نمی شود اون چیزی که برای باه و موش بخشیده شده است منفیت و برد تو همه وقت پستر از قانون خداوند باید استد و برد تو نباید به برادر تو زیان آورد و به دزدی آنانی می روند که نمی دانند حق رو و حق در آن است که آدم نمیتواند بدزدد و دیگرش این که آدم با دزدی نمیتواند بردبار شد یعنی موفق شد چون این مال دزدی مال برادری است المسلم اخو المسلم یعنی مسلمان برادری مسلمان است از حدیث به ما آمده است و دیگر حدیث این بود که یعنی رسول الله گفته بودند که منافق سه خصلت دارد اگر فراموش نکنم و یکی از خصلت ها این است که به امانت تو یعنی خیانت میکند و اون آدمی که دزدی میکند و حتما به امانت اون انسان خیانت میکند به امانت برادر خود یعنی بی خبر از او اونی که وی از مال خود بی خبر است این مال وی را می‌دزدد و این کار کاری ناشایسته است اگر این برادر ما اگر علاقه دزدیده باشد بهترش اون است که بجایش ببرید و بمانید و اجازت بپرسید اما اگر امکانیتی بردن نباشد بخونید بعدن ببرید و از صاحب کتاب و از خداوند بخشش بپرسید و من بعد به این کار دست نزنید و در آخر دوستان برادران شما را از صمیم قلب با فرارسی عید رمضان تبریک و تهنیت میگویم و به شما ایمان کامل و موفقیت ها در زندگی آرزومندم خدا نگهبانتون باشد خدا حافظ